عید کریسمس بر تک تک شما عزیزان مبارک بله تولد خداوندمون عیسی مسیح رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم هللویا در ایام مبارکی هستیم شکر برای این روزها سلام عرض میکنم به تک تک شما عزیزان فرزندان و محبوب خداوند امیدوارم که هر جا که هستید به فیض عیسی مسیح دارید میگذرونید روزهای راحتی نیست میدونم در ایران هفته های پیش که گذشت بسیار سخت بود ما با شما بودیم لحظه به لحظه و ایستاده بودیم در دعا و واقعا خدا رو شکر برای وجودتون که تو این شرایط سخت ایمانتون رو حفظ کردید و اعلان میکنید و خدا رو شکر که فرصتی دیگه مهیا شد در این روزهای کریسمس در بین این جمع شما باشم و یک پیام از کلام خدا با شما در رابطه تولد خداوند مسیح با شما در میون بذارم خب همونطور که هفته های پیش پیگیری کردید در یک سری برنامه هایی که در راستای کریسمس هست شنیدید و فهمیدید که در واقع نقشه خدا برای نجات بشر از کی شروع شد از برادر حسام عزیز شنیدید که چطور عیسی مسیح چه کسی هست و برای چی آمد هفته پیش از خواهر مجده عزیز شنیدید که چرا عیسی مسیح اومد و این چوز چیزی نیست جز نجات خداوندمون برای بشریت هدیه ای که خدا فرستاد که نه فقط از جهنم نجات بده بلکه همین روزها اگر از بندگی بستگی اسارت عبور میکنی او زنده است و نجات دهنده امروز صحبتی که من برای شما دارم اینه که چطور عیسی مسیح آمد عیسی مسیح تولد یافت در این روزها در واقع تجسم کلام خدا چطور انجام شد خب همونطور که در متنی که از لوقا باب یک از آیه 26 تا 38 خوندید دیدید که فرشته خدا مریم رو ملاقات میکنه و میگه تو در میان زنان مبارک هستی و سمره رحم تو پسر خدا خواهد بود، پسر خدای متعال و او بزرگ خواهد بود. اسمش عیسی که همون نجات دهنده است خواهد بود و وقتی به آیه سی و چار می میرسید دیدید که مریم سوال کرد: آخه این چطور ممکنه؟ من ما مردی نبودم. مریم سوال داشت. عزیزان، خدا وعده داد و بشر سوال داره. امروز کجای زندگیت هست فرزند عزیز خدا؟ خواهر عزیز برادر عزیز که خدا وعده ای به تو داده یا وعده های خدا رو تو کلامش میخونی و الان داری تو ایران زندگی میکنی و میگی آخه تو این شرایط ایران مگه میشه به نظر نشدنی و غیر ممکن میاد تو رو تشویق میکنم ادامه این پیام رو گوش بده چون خدایی که من و تو میپرسیم خدایی هست که وقتی وعده میده برای تحقق وعدش میسته و اون رو به عمل میرسونه هللویا به بغل دستید بگو همین لحظه تشویق شو و برای وعده های خدا توی زندگیت آنچه در کلام خدا گفته بیست چون که خدای ما قادر مطلقه بله عزیزان خدا رو شکر همینطور که فهمیدیم دیدیم که مریم سوال داشت و امروز ما بعضی موقعات تو زندگیمون سوال داریم این چطور انجام میشه عزیزان میخوام امروز به شما این رو بگم تولد عیسی مسیح تجسم کلام خداست که توسط خدای قادر مطلق و با همکاری انسان عاجز به انجام رسید دوباره میگم تولد عیسی مسیح تجسم کلام خداست که توسط خدای قادر و با همکاری انسان عاجز به همراه به انجام رسید خدا رو شکر عزیزان در یوحنا باب یک آیه یک آیه معروف کلام خدا در ابتدا کلام بود کلام با خدا بود کلام خود خدا بود و بعد آیه چهارده میگه کلام خدا انسان شد میان ما ساکن شد این یعنی تجسم کلام خدا تولد عیسی مسیح که کاملا معجز است بله عزیزان ما خدایی رو میپرستیم که خدای معجزه است در کل کتاب مقدس در عهد عتیق در عهد جدید میبینیم که خداوند معجزه کرده و وعده هایی رو که داده به نظر نشدنی می اومده با معجزه شدنیش کرده تا جلال خودش رو نمایان کنه و در عهد جدید شدنی کرده با معجزه و همین خدا تغییر نکرده و امروز زنده است و معجزه میکنه جلال برنامش سوال اینه تو و من امروز بیایم در این روزهای کریسمس به این جنبه پیام کریسمس نگاه کنیم که این خدا تولد عیسی رو با معجزه با قدرت مافوق طبیعی روح القدس به انجام رسانید ولی با همکاری انسانی عاجز چون مریم که سوال داره تو من هم سوال داریم در شرایط مختلف زندگیمون عزیزان در بین تمام معجزاتی که کلام خدا ذکر کرده معجزه تجسم کلام خدا یعنی تولد عیسی بزرگترین و منحصر به فردترین معجزاته چون غیر از قبلا نبوده و بعد از این هم نخواهد بود چون که خدا انسان شد میان ما ساکن شد یعنی عیسی مسیح در واقع وقتی روی زمین راه میرفت خدا انسان بود کلام خدا که ذات الهی بود ذات بشری گرفت این کاملا موجز است و روح القدس اون رو در رحم مریم باکره قرار داد عزیزان وقتی که این متن رو خوندیم چهار نکته اساسی ازش یاد میگیریم که این خدایی که تحقق بخش وعده هایی رو که سالیان دور گفته و به انجام رسونده وفادارانه چطور و به چه صورت انجام گرفت و امروز درسی باشه برای من و شما تا روی وعده های خدا بیستیم مخصن اگر به نظرت نشدنی و غیر ممکن میاد چهار نکته اینجا میبینیم برای وعده های خدا بیست چون که شدنی هست توسط خدای قادر و با همکاری انسان آجز مریم همکاری کرد با خدای قادر چهار نکته رو در این متن میبینیم نکته اول نکته اول که درس میگیریم اینه شنیدن و باور کلام خدا این رو در آیات تو همون متن باب یک لوقا در آیات سی تا سی و چهار میبینیم مریم پیام و کلام خدا رو از فرشته شنید که تو حامله میشی و سمره رحم تو پسر خداست و او تا ابد سلطنت خواهد کرد و مریم سوال کرد چطور میشه مریم کلام رو شنید کلام خدا از طریق فرشته گفته شد و در او ایمان و باور داشت ایجاد میشد و اینجا مریم سوالی میکنه و سوالی که مریم میکنه این چطور میشه که من با مردی نبودم این سوال مریم از روی بی ایمانی نبود چون مریم کلام خدا عهد اتی خونده بود در اشعیا که باکره حامله شده و پسری خواهد زایید ولی سوالش این بود که در کل کتاب مقدس هیچ زن باکره ای نبوده حامله بشه این چطور میشه سوال یکی از روی ایمانه امروز اگه تو سوالی داری خدا به تو جواب میده چون میدونه تو میخوای بیستی برای وعده های او و نام او رو جلال بدی و حامل رویای کار او باشی پس مریم میپرسه فرشته جواب میده که از طریق روح القدس انجام میشه امروز میدونیم که کلام خدا در رومیان باب ده آیه 17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن کلام خدا شنیدن کلام مسیح امروز تو رو تشویق میکنم نکته اولی که از اینجا یاد میگیری میخوای وعده خدا رو عملی کنی به نظرت نشدنی میاد کلام خدا رو بخون کلام خدا رو بشنو کلام خدا رو تعمق کن ولی کافی نیست این که فقط بخونی و بشنوی بلکه در قلبت باور کن و بدان آنچه خدا میگه به انجام میرسه نکته دومی که تو این متن یاد میگیریم که این خدا تحقق دهنده وعده هاست خدای قادر توسط انسان عاجز نکته دوم اعتماد به روح القدس هست و قدرت خدای متعال این رو در آیه 35 و ادامهش آیه 37 میبینیم ببینید چی میگه فرش پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد و ادامش تو آیه 37 زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست اولا که خیلی واضح داره میگه روح القدس خداست و قادر مطلقه امروز تو فرزند خدای محبوبی روح القدس در تو ساکنه و روح القدس بر تو آمده و این روح القدس خداست و خدا با توست کیس به ضد تو پس برای وعده های خدا بیس و اعتماد کن به کار مافوق طبیعی روح القدس مریم شنید و تصمیم گرفت اعتماد کنه همون لحظه داشت میشنید عزیزان روح القدس وقتی بر ما میاد ما دگرگون میشیم روح القدس بر مریم اومد کار معجزه تجسم عیسی انجام شد وقتی در عهد عتیق نگاه میکنیم روح القدس بر شمعون اومد بر شمشون اومد ببخشید شمشون در بند بود وقتی روح قدس برش آمد بندش پاره شد چانه اولاغی رو بر می و هزار نفر رو شکست میده. ده شا... شاولی که نبوت نمی کرد وقتی میان انبیا قرار میگیره روح رول برش میاد نبوت میکنه اشعیایی که بد دهنه و میگه ناپاک لبم آتش قدوسیت خدا بر لبهاش میاد و روح القدس بر او میاد کلام نبوتی و پیشگویی هایی که امروز ما میخونیم رو اشعیا میکنه بله خدا قادر توسط انسان عاجز ولی با قدرت روح القدس بیا به روح القدس اعتماد کن برای انجام وعده ها و نکته سوم که در آیه 36 میبینیم شنیدن شهادات کار خدا شما در اینجا میبینید که فرشته میگه به مریم اینک الیزابات نیست که از خیشان توس در سن پیری آبستن شده و پسرش در راهه شهادت میده همین خدا الیزابات که پیر هست و به نظر نمی اومد حامله بشه حامله شده داره به مریم میگه برو پیش الیزابات ببین معجزه خدا عزیزان وقتی شهادت کار خدا رو میشنویم ایمان در ما بنا میشه در مکاشفه باب 19 آیه 10 میگه شهادت عیسی روح نبوت است و در عهد جدید نبوت ما رو بنا میکنه ایمان رو بنا میکنه پس شما رو تشویق میکنم در این ایام کریسمس شهادات کار خدا رو تو کل این کتاب مقدس که شهادات های کار خدا نوشته شده تعمق کنید و شهادات های کار امروز خدا رو میان جمع مقدسی در میون بذارید تا ایمانتون بنا شده برای وعده خدا بیستید تحقق وعده خدا توسط خدای قادل است با همکاری انسان عاجز و امروز انسان عاجز من و تویم فرزند خداییم ولی نکته سوم فهمیدیم شنیدن این شهادت است فعال باشید این روزها روزهای کریسمس عزیزان شهادت بدید از کار خدا بگید مسیح تو زندگیتون چه کار کرد وقصا دورورتون غیر ایماندارای زیادی هستن اقوامتون و این فرصتی باشه ایمان اونها بنا بشه تا معجزه تولد عیسی در قلب اونها اتفاق بیفته و تولد تازه بیابن نکته چهارم که در آیه آخر آیه سی و هشت میبینیم تسلیم عملی به کلام خدا مریم شنید کلام رو هر چه قدم برای شرایطش غیر ممکن بود تصمیم گرفت تسلیم باشه پس چی گفت در آیه 38 زیرا مریم گفت کنیز خداوندم آنچه درباره من گفتی بشود هللویا بنابر این پذیرفت بشود یعنی بهاش رو قبول کرد بپردازه شما فکر کنید دختر باکره در اون شهر در اون ده حامله بشه و مردم راجبش چی فکر میکنن تصمیم گرفت برای انجام وعده خدا تسلیم عملی باشه عزیزان وقتی که اراده خدا رو و کلام خدا رو اطاعت میکنید دشمن بعضی جا پیدا میکنید تا به آخر تسلیم باشید مثل مریم تا وعده خدا در زندگی شما و از طریق شما در اطراف شما در داخل ایران انجام بشه مریم ایستاد انجام شد بنابراین در این متن فهمیدیم که تولد عیسی تجسم کلام خداست که توسط خدای قادر و با همکاری انسان عاجز انجام شد و امروز تو میتونی بایستی برای تحقق وعده های خدا تو زندگی وعده هایی که تو کلام هست وعده هایی که شخصی خدا بهت داده همونطور تو رو جایی خانده شاید بگی مگه میشه نمیتونم شاید بگی شرایط ازدواج تو ایران سخته مسیحی نیست خدا قادره اگه وعده داده حتی از طریق معجزه این رو به انجام برسونه و بیا با این چهار نکته ای که یاد گرفتی نکته اول شنیدن و باور کلام خداست نکته دوم اعتماد به روح القدس و قدرت مافوق طبیعی خدا نکته سوم شنیدن شهادت کار خدا و نکته چهارم تسلیم عملی باش تا آخر تا جلال خدا در زندگی تو و از طریق تو به اطراف تو جاری بشه خدا رو شکر بره وجودتون باز هم ایام کریسمس بر شما مبارک شاد باشید ایام بکام